دعایی که ملائکه آن را می خوانند و هر حاجت را برآورده می کند. یکی از دعاهایی که امامان معصوم علیهم السلام و عالمان دینی بسیار به خواندن آن تأکید کردند، زیارت عاشورا است. این زیارت تجدید عهد همروزه پیروان حسین ابن علی علیهم السلام با مولای خیش است که همراه با تولا به دوستان و تبرع از دشمنان ایشان است. اما در این زیارت چه برکات نهفته است و دلیل تأکید فراوان به خواندن آن به ویژه در ایام محرم چیست؟ زیارت عاشورا در کلام امامان معصوم علیهم السلام. درباره فضیلت و اهمیت زیارت عاشورا از امامان معصوم احادیث فراوان نقل شده است. فرد به نام علقمه می گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم اگر قصد زیارت امام حسین علیه السلام را از دور یا نزدیک داشتم چگونه زیارت کنم؟ حضرت در پاسخ فرمودند: مانند کسی که سلام می دهد به سوی آن حضرت رو کن و با توجه و حضور قلب به آن سو نگاه کن و پس از گفتن الله اکبر این گونه بخوان و سپس متن زیارت را به طور کامل به وی می آموزد و سپس دو رکعت نماز بگذار. آنگاه حضرت فرمودند: به تحقیق این دعا دعایی است که ملائکه آن را می خوانند و خداوند در قبال آن برای تو 100,000 درجه می نویسد و مثل کسی خواهی بود که با امام حسین علیه السلام شهید شده باشد و نوشته شود برای تو ثواب زیارت هر پیغمبر و رسول و ثواب زیارت هر که زیارت کرده حسین علیه السلام را از روزی که شهید شده است. در جای دیگر از قول صفوان یکی از یاران امام ششم علیه السلام آمده است: امام صادق علیه السلام با اشاره به قبر امام حسین علیه السلام این زیارت را خواندند و سپس دو رکعت نماز به جای آوردند و به من یعنی صفوان فرمودند: هرگاه گرفتاری و حاجت داشتی در هر جا که هستی این زیارت و دعای پس از آن را بخوان و از خدا حاجت بخواه. بی تردید خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به وعده خود عمل می کنند و نیازت را بر می آورند. گفتنیست گرچه زیارت عاشورا به حسب ظاهر از امام باقر و امام صادق علیهم السلام نقل شده است، اما در واقع این زیارت از جانب خود خداوند متعال نازل شده و از احادیث قدسی است، چنان که شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان از امام صادق علیه السلام نقل می کند که آن حضرت از پدر بزرگوارشان و ایشان از اجداد طاهرینش و آنان از پیامبر اکرم و آن حضرت از جبرائیل و جبرائیل از خداوند متعال نقل می کنند. حضرت احدیت به ذات مقدس خود قسم خورده که هر کس امام حسین علیه السلام را با این زیارت از دور یا نزدیک زیارت کند، زیارت او را میپذیرم و خواهش و حاجت او را برآورده میکنم و فوز به بهشت و آزادی از جهنم را به او عطا میکنم و شفاعت او را در حق هر کس که بخواهد قبول مینمایم. تأکید عالمان دینی بر خواندن زیارت عاشورا. مرجع بزرگ آیت الله بهجت درباره زیارت عاشورا این چنین میگوید: مضمون زیارت عاشورا گواه و روشن کننده عظمت آن است. در سندها آمده است که زیارت عاشورا از حدیث های قدسی است. برای همین با وجود فراوانی کارهای علمی موجود نزد علما و اساتیدمان، آنان همیشه مراقب خواندن زیارت عاشورا بودند. مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی از خداوند متعال می‌خواست کلمات پایانی عمرش زیارت عاشورا باشد و پس از آن به سوی باری تعالی بشتابد. خداوند نیز دعای وی را اجابت کرد و پس از اتمام خواندن زیارت عاشورا قبض روح گردید. محدث نوری از استادان شیخ عباس قمی میگوید: در فضل و مقام زیارت عاشورا همین بس که از سنخ دیگر زیارت ها نیست
که به ظاهر از انشا و املای معصومی باشد. هرچند از قلوب پاک ایشان چیز جز آنچه از عالم بالا به آنجا برسد بیرون نمی آید، ولی این زیارت از سنخ احادیث قدسیه است که به همین ترتیب زیارت و لعن و سلام و دعا از خدای متعال به جبرئیل امین و از او به خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است و به حسب تجربه مداومت به آن در 40 روز یا کمتر در برآوردن حاجات و رسیدن به مقاصد و دفع دشمنان بی‌نظیر است. آثار و برکات خواندن زیارت عاشورا. درباره برکات مداومت بر خواندن زیارت عاشورا و توسل به شهدای کربلا روایات و داستان‌های بسیار نقل شده است. یکی از بزرگان می‌گوید آیت الله حسین خادمی و شیخ عباس قمی و شیخ عبدالجواد مداحیان را در خواب دیدم که در اتاقی از اتاقهای بهشت نشسته بودند. از آیت الله خادمی احوال پرسی کردم و گفتم با هم بودن شما، یک آیت الله، یک محدث و یک روزخان امام حسین علیه السلام چه مناسبتی دارد؟ جواب داد ما همگی بر زیارت عاشورا مداومت داشتیم و در تعداد خواندن زیارت عاشورا مثل هم بودیم. فرزند مرحوم آیت الله امینی می نویسد علامه امینی با کثرت مشاغل و تألیف و مطالعه و تنظیم و رسیدگی به ساختمان کتابخانه امیرالمؤمنین علیه السلام در نجف اشرف مواظبت کامل به خواندن زیارت عاشورا داشته و سفارش به زیارت عاشورا می نمودند و بدین جهت من خودم نیز حدود 30 سال است مداوم به زیارت عاشورا می باشم. همچنین آقای شیخ عبدالجواد حائری مازندرانی فرمودند روز کسی در مکان شیخ مازندرانی آمد و از تنگی معاش خود شکایت کرد. شیخ به او فرمود برو حرم حضرت ابا عبدالله علیه السلام زیارت عاشورا بخوان، رزق و روزی به تو خواهد رسید. اگر نرسید بیا نزد من خواهم داد. بعد از زمان ملاقات شد، گفت در حرم مشغول خواندن زیارت عاشورا بودم که کسی آمد و پولی به من داد و در توسعه قرار گرفتم. همچنین آیت الله شبیری از مراجع تقلید میگوید یکی از چشمهای فرزند آقای حاج سید محمد بجنوردی بر اثر عارضه نابینا شده بود و به نظر طبیبان، حتی طبیبان خارج از کشور، به علت رشد آن عارضه چشم دیگرش نیز نابینا می شد، ولی آن شخص شفا یافت. یکی از اقوام وی سید الشهدا را در عالم رویا دید که به وی فرمود ما به جهت این که او به زیارت عاشورا مداومت داشت سلامتی چشم دیگرش را از خدا گرفتیم. همچنین شیخ عبدالهادی حائری از پدر خود ملا ابوالحسن نقل می کند من میرزا علی نقی طباطبایی را بعد از رحلتش در خواب دیدم و به او گفتم آرزوی هم در آنجا داری؟ گفت هیچ آرزوی ندارم جز این که چرا در دنیا هر روز زیارت عاشورای امام حسین علیه السلام را نخواندم. رسم سید این بود که دهه محرم زیارت عاشورا می‌خواند، نه در تمام سال. از این رو افسوس می‌خورد که چرا تمام سال نمی‌خواندم.